سلام به همه دوستای عزیزم، با یکی دیگه از برنامه های ذهن زیبا در خدمت شما هستم. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه و از این برنامه ها توی زندگیتون استفاده کنین. یه خبر خیلی خیلی خوب دارم، اینی که از این به بعد برنامه های من توی تلویزیون تپش پخش میشه و شما میتونید در هر کجای دنیا که هستین این برنامه ها رو نگاه کنین. یک فرصتی بود که بتونم با بیشتر آدم های ایرانی که در سراسر دنیا هستن ارتباط برقرار کنم و خیلی خوشحالم که از این به بعد با تلویزیون تپش همکاری میکنم و شما میتونید سوال هاتون رو برای من بفرستید. توی برنامه که ضبط کردیم من سوال هایی که شما برام توی اینستاگرام فرستاده بودین رو جواب دادم و شما میتونید هر سوالی که دارین از این به بعد از من بپرسید و من قراره توی برنامه تپش تمام سوال های شما رو جواب بدم. خب امروز یکی از دوستامون زنگ زده و سوال داره راجب رابطه، راجب این که چجوری بعد از اینکه یک رابطه ای که داشته تموم شده بتونه که زندگی خوبی همچنان داشته باشه. یک دقیقه اجازه بدین بذارین من این بگیرمشون ایشون رو. اوکی خب چند دقیقه صبر کنین. الو سلام عزیزم. سلام عزیزم، حال شما؟ خوبم مرسی، تو خوبی؟ ممنونم، متشکرم، مرسی از شما، خیلی ممنونم. خواهش میکنم عزیزم، خب سوالت رو بگو. خواهش میکنم، من سوال من این هستش که من اول میتونم در حد یه دقیقه کلیتی از مادر. آره حتما حتما من راستش یه رابطه خیلی طولانی مدتی دارم، یعنی یه چیز حدودش 15-16 سال با یه شخص توی رابطه هستم. بعد خب علیرغم اینکه حالا خیلی به همدیگر دوست داشتم، البته این دوست داشتن صرف من قطعا خیلی بیشتر بوده و هست نسبت به ایشون، اینکه خب ما با هم بودیم این مدت سالها رو، تا اینکه دو سال گذشته یهو ایشون قیبشون زد، بعد از دو سال برگشتن و با یه حال خیلی پریشون و بدی به من گفتن که آره من این دو سال با شخص دیگه توی رابطه بودم و خیلی راست پشیمونی کردم از بابت اینا که من رو ببخش و کمک کن به من و من میخوام برگردم از این چیزا. خب من پذیراییشون شدم و گفتم که اوکی، حالا چون خودش به حال اومده و گفته و پشیمونه، شاید من میتونم یه فرصتی که بهش بدم به خاطر حالا این علاقه شدیدی که من بهشون دارم و این مدت زمان زیادی که به حال ما با هم بودیم. ولی بعد از اینکه ایشون به من برگشت و حالا یه سری اتفاقات دیگه رخ داد، این اواخر من اصلا حس میکنم که شاید من هوشیارتر شدم، نمیدونم نسبت به این موضوع حساس‌تر شدم، حس میکنم اصلا شاید این داره از من سوء استفاده میکنه، یا اینکه مثلا هر جوری میخواد با من رفتار میکنه، جواب تماسای من رو یه خط در نمیاره، اصلا به من زنگ نمیزنه، وقتی من پیام میدم به ایشون میبینه مثلا پیامای منو، من میبینم آنلاینه ولی جواب من رو نمیده، مثلا فردای اون روز شاید جواب بده. و اینکه حس میکنم که اصلا خیلی بعد از اون ماجرا و اتفاقاتی که رخ داده الان حس میکنم که واقعا من خیلی دارم دیگه بیش از حد کوچیک میشم و هی دارم کوتاه میام و نمیدونم اصلا باید برای همچین رابطه من تلاش کنم، دنبال این باشم که ببینم اصلا این مشکل قابل حل هست، یا اینکه اصلا نه این دیگه واقعا این رابطه ارزشی نداره و جایی برای تلاش کردن نمونده. شاید مثلا هنوز چون چیزی که توی ذهن من هست، من همش احساس میکنم که شاید مثلا هنوز تو فکر اون خانم هستش، یا اینکه یه چیزای اینجوری در صورت که وقتی من به خودش میگم دیگه اصلا اون جریان برای من تموم شده است، ولی من حالم بده، من افسردم و تو باید درک کنی این موقعیت رو، ولی خب من برای من دیگه واقعا قابل درک نیست. حالا من سوالم از شما این هستش که آیا به نظر شما من باید روی خودم کار کنم بتونم این قضیه رو برای خودم حل کنم، یا اینکه اصلا این مشکل چیزیه که قابل حل نیست،
نمیدونم من خودم مثلا توی دوراهی موندم که اصلا این چی هستش این قضیه، چون واقعا راحت خیلی راحت با من اصلا حرف نمیزنه بگه مشکل، فقط میگه من حالم بده من افسردم، ولی وقتی مثلا کار داشته باشه با من یا مثلا چیزی نیاز داشته باشه، حالا نه از نظر نیاز جنسی اینا که اصلا ما بعد از اون دو سالی که به هم برگشتیم مثلا چی گفت که هیچ رابطه‌ای با هم نداشته، فقط مثلا تماس تلفنی دیدار و اینا بوده، ولی که وقتی کاری داشته باشه به من زنگ میزنه که مثلا از من کمک میخواد من کار براش انجام، و من متاسفانه جلو این آدم انگار مثلا ضعف دارم یا میخوام مثلا هنوز باسم بیمونه، هر چی میگه بی برو برگشت قبول میکنم، میگم باشه من واسه انجام میدم، حتی اگر به قیمت این باشه که مثلا کار برای من سخته من نتونم انجام بدم به هر قیمتی اونو انجام میدم. این برای من این خیلی سخته، برای من نمیتونم این دیگه حذف کنم که من چرا دارم این کار میکنم برای آدمی که هیچ تلاشی حتی بعد از این ماجرا برای من نمیکنه که من رو بخواد قانع کنه که مثلا حالا این اتفاق افتاده، نه که مثلا نظر مثبت من رو نسبت به خودش جلب کنه، ولی من همچنان دارم میدوام برای این آدم. این برای من خیلی سخت، یعنی همش از خودم عصبانی ام بابت این کار. اینکه از شما کمک میخوام که اگر بتونید من راهنمایی کنید واقعا من الان تو این باتلاق چیکار کنم که همینجور حس کنم دارم هی هر روز با این ماجرا هی میرم پایین و اصلا همینجور سنم داره بالاتر میره، همینجور روزا داره میگذره و فکر میکنم به بتالت، چون اصلا معلوم نیست این آدم داره چی کار میکنه با من با خودش با زندگی، واقعا من خودم نمیدونم چی داره پیش میاد توی زندگی من. حالا من مرسی از این که به هم توضیح دادی، من یه سوالی دارم ازت، این بعد از اینی که این آدم یه حق غیب شد، منظور غیب شد اینه که مثلا بهت گفت من دیگه نمیخوام باهات حرف بزنم یا چه اتفاقی افتاد؟ بله دقیقا به من همینو گفتن، یه روز به من گفتن که من دیگه اصلا نمیخوام باهات صحبت کنم و کلا اصلا یه هویی دیگه، من خیلی اصرار میکردم که نه رو بمون، یعنی همش من التماس میکردم که بمون، ولی خب دیگه بعد از اینکه به من گفت که نه من نمیخوام با تو باشم دیگه اصلا جواب تلفنهای من رو نمیداد و رفت. و موقعی که برگشت آره من بهش گفتم، گفت من به تو گفته بودم که من نمیخوام با تو باشم، خب من یه جوری میخواست بگی که تو خودت نخواستی که بری، من به تو گفتم که برو. بعد قبل از این که ایشون بره، خب رابطتون با هم چطوری بود؟ تو اون 9 سال رابطتون با هم چجوری بود؟ راستش من خودم رو گول میزدم که خیلی رابطم رو خوبه، ولی این مدت این اواخر که من این دفتر خاطرات همون چیزا رو مرور میکردم و به گذشته ها برمیگردم، میدیدم که فقط من همون 2 سال اول واقعا رابطه خیلی خوبی داشتم، یعنی همش توی این کلنجار رفتم با این شخص بودم که این آدم نره بمونه. حس میکنم که این از این که مثلا میدونست که من واقعا از سعیم قلب دوستش دارم و بلش بمیکنم مطمئن بوده، و چون به من اینو دقیقا گفت موقعی که برگشت، گفت من میدونستم که تو هر کاری من کنم تو هستی، حتی موقعی که این خانم مثلا از زندگی من رفت من بهش گفتم که ای بابا برو بابا، من یه نفر رو دارم که هر وقت دلم بخواد میتونم بهش برگردم، انقدر که فرشته است و میمونه واسه من. اونجا بود که من حس کردم که واقعا من خیلی اشتباه میکردم توی تمام این مدت، ولی خب با این همه من بازم پذیرفتم اونو موقعی که برگشت، میدونی یعنی هیچ روش نگفتم. خب حالا من یه چیزی میخوام نگاه کنی، تو اون 2 سال اول خب ممکنه رابطه خوبی داشته باشی، بعدش خودت رو شروع کردی راضی کردن از این که رابطه خوبی داری، خب ولی در واقعیت این بوده که رابطه خیلی خوبی نداشتی و همش داشتی به این آدم سرویس میدادی و این آدم اون دوست داشتن و اون احترام و اون چیزی رو که تو دلت میخواسته بهت نمیداده. خب میخوام یه سوالی ازت بکنم، ترس اون چیه که اون ترس چیه که تو تصمیم گرفتی توی رابطه‌ای بمونی؟ من اصلا به رفتن این آدم کار ندارم، خب من دارم قبل از رفتن رو میگم، که تو به خودت بگی که من با اینکه واقعیت اینه که این آدم خیلی منو دوست نداره و اون عشقی رو که من میخوام به من نمیده، ولی من همچنان تو این رابطه میمونم. چجوری خودتو قانع کردی؟ اینکه
موقعی که من تنها شخصی که کلا توی زندگیم بوده، یعنی به عنوان جنس مخالف، به عنوان یک پارتنر که باهاش رابطه داشته باشم، همین شخص بوده. یعنی من با هیچ پسر دیگه هیچ وقت تو زندگیم ارتباط نداشتم، چون از سن خیلی کم بودش دوست شدم و هیچ وقت هیچ کس تو زندگیم نبوده. و چون ایدئالایی که تو ذهنم بوده از نظر ظاهری، یعنی من اصلا شخصیت و اخلاق آدمو کار ندارم، از نظر ظاهری این شخص یک چیزی بوده که من واقعا همیشه دوست داشتم برای خودم داشته باشم. و انقدر این برای من ایدئال بود از نظر ظاهری که کلا هر چیزی رو، هر اشتباهی، هر کار خطایی که می‌دیدم، اشکال نداره بابا، این همون چیزی که تو می‌خواستی، همیشه تو می‌تونی. مثلا من انقدر قوی بودم، خودم رو قوی می‌دیدم که می‌گفتم تو از بچگی همیشه همه رو، چون من آدمی بودم که از کوچیکی که همیشه تو خانواده‌ام همه رو حمایت کردم. و متاسفانه برای این آدمم نقش یک مادر رو اصلا انگار بازی کردم، همش حمایتش کردم، همش به سرویس دادم، چه از نظر مالی، چه از نظر احساسی، از هر نظری که فکر کنید. و اینکه هیچ وقت خودش یه دوست دختر نبودم. خب این آدمم تمام خلاهای روحیش، جسمی، چه میدونم مالی، هر چیزی که داشته وقتی میگیره با من پر میشه، برای چی باید همچین چیزی رو مثل منو از دست بده؟ وقتی که من حتی با هر خطایی هم باشه کنارش میموندم، قطعا هر کسی هم دیگه بود میگفت که خوب، چی بهتر از این که همه چیز همه جوری سرویس به من میده، هر بلایی هم سرش بیاد هیچی نمیگه دیگه. پس سعی میکرد که همه کار کنه دلش میخواد بکنه، حالا من هم داشته باشه. حالا یه چیز جالب میخوام بهت بگم، خب میخوام نگاه کنی. بعضی وقتها ما اون چیزی رو که اسمش رو میذاریم حمایت، در واقع خیانت به خودمونه. اوکی. یعنی اون چیزی رو که ما میگیم که توی ذهنمون به قول معروف میشیم اون آدم خوبه، من خیلی آدم خوبی هستم که دارم آدمهای دیگر رو حمایت میکنم، ولی در واقع دارم به خودم خیانت میکنم. و خیانت به خودم باعث میشه که توی بیرون هم، یعنی بیرون از خودم، به من خیانت بشه. بله. یعنی اون آدم من رو ول کنه بره واسه یه کس دیگه ای کارایی که من دوست دارم رو انجام بده. یعنی چی؟ یعنی اون لحظه ای که من دارم به خودم میگم که من لیاقت یک رابطه خوب رو ندارم و تو رو به خودم ترجیح میدم، اون وقت دارم به اون هم کامیونیکیت میکنم که تو هم میتونی بقیه رو به من ترجیح بدی. یعنی دارم این کار رو باهاش میکنم. پس حمایتی که داشته اتفاق میافتاده این بوده که تو شاید میترسیدی که این آدم رو از دست بدی و یک آدمی مثل این پیدا نکنی، اونم از نظر ظاهری. وقتی که با هم دیگه دوست شدین چند سالت بود؟ 19 سال. خب ببین، برای یک دختر 19 ساله خب که میخواد وارد یک رابطه باشه، ممکنه دختر 19 ساله یک معیارهایی داشته باشه برای یک رابطه، خب. ولی وقتی تو 25-6 سالته، وقتی 30 سالته، معیار رابطت هنوز معیار یه دختر 19 ساله است، اون وقته که توی رابطت شکست میخوری. چون یه زن 30 ساله معیارش از یک رابطه فرق میکنه. به نظر تو یک زن 30 ساله معیار رابطش چیه؟ خب من مثلا من خودم الان بخوام مثال بزنم، با اون موقع قطعا دیگه چنین چیزایی توی ذهنم نیست. و الان به خاطر همین که واقعا حس میکنم که اصلا شاید قدرت اینو پیدا کردم، الان که اصلا دارم فکر میکنم تازه به این موضوع، و اینکه شاید این آدم اصلا من باید بذارم کنار، به صورت شاید خیلی برای من سخت باشه این، ولی فکر میکنم باید اصلا این کارو بکنم. چون که واقعا دیگه برای من مهم نیست اصلا ظاهر این شخص، یا یعنی اینکه الان مثلا این شخص حتی به جایی الان رسیدن که خودم دارم فکر میکنم، میگم که ای بابا من اصلا چیزی کم ندارم، حتی از نظر ظاهری و زیبایی من خیلی بالاتر از این شخصم، ولی این شخص یه جوری خودش مثلا رفتار میکنه که من همیشه فکر میکنم که خیلی کمتر از اینم، حالا چه از هر نظر ظاهری، رفتاری، مثلا خانواده یا هر جوری دیگه. این به من القا شده بود از همون اول که مثلا من شاید خیلی واقعا کمتر از اونم و من باید کوتاه بیام تو خیلی چیزا، در صورتی که الان نگاه میکنم میبینم اصلا اینجوری نیست.
در کمال بی‌فهمی اتفاق می‌افتاده و من خیلی شاید احمقانه اصلا به این موضوع نگاه می‌کردم، ولی الان نه، برای همین ولی الان نمی‌دونم، هنوزم که هنوز با اینکه اینا رو می‌دونم خودم همه رو می‌دونم که باید قوی‌تر باشم، باید یه کاری کنم که دیگه این حالا شاید اسمش رو سوء استفاده یا هر چیزی بشه گذاشت که از من سوء استفاده نشه، ولی هنوز اون قدرت رو ندارم که خودم رو جلوی، چون دوست دارم قبل از اینکه اصلا از این رابطه بیام بیرون به این آدم نشون بدم که من ارزشمندم، من واقعا یه آدم با ارزش. آها خب حالا یه چیز خیلی مهم اینه که یه چیز خیلی مهم میخوام بهت بگم اینه که تو اگر همچنان ببین از اول رابطت تا الان تمام این 11-12 سالی که با این آدم بودی تمام مدت داشتی خودت رو ثابت میکردی با حمایت‌های بیش از اندازه، با اون کارهایی که نباید می‌کردی، با اینکه این آدم حتی به اون طرف مقابل میگه یک آدمی منو دوست داره که این فرشته است، یعنی خیانت کردن به خودت رو اون آدم اسمش رو میذاره فرشته بودن، ولی در تمام این سالها تو داشتی به این آدم ثابت می‌کردی که تو آدم خوبی هستی و در درون به خودت ثابت می‌کردی که چه آدم بدی هستی، چون اگر من بدونم واقعا در درون قلبم بدونم که آدم خوبی هستم و آدم خواستنی هستم لازم نیست همش به بقیه این رو ثابت کنم که من آدم خواستنی و دوست داشتنی هستم، اون چیزیه که من آردی تو درون خودم میدونم و ازش آگاهم، درسته؟ پس وقتی که من دارم همش این رو ثابت میکنم یعنی که من از درون خودم آگاه نیستم، پس چیزی که هست اینه که تو همچنان و حتی در حالت خارج شدن از این رابطه میخوای به این آدم نشون بدی که من آدم ارزشمندیم، یعنی همچنان توی جنگ با این آدمی. خب من چیزی که دارم بهت میگم اینه که اگر این آدم رو بذاریم کنار، یعنی این آدم توی زندگی تو نباشه، تو چه چیزی رو راجع به خودت باید ببینی که نمیخوای نگاهش کنی و همش میخوای حواستو پرت کنی به این آدم؟ اگر این آدم رو بذاری کنار چه چیزی راجع به خودت باید نگاه کنی؟ که باید چیزی که من خودم فکر میکنم که خیلی کم دارم توی زندگیم و مشکل دارم باش همینی که انقدر مهربونی بیش از حد من رو اذیت میکنه، این که مثلا همیشه مثلا یه چیزی میگیرم واسه خودم یه نفر بیاد به هم بگی با چقدر قشنگه، اگر من اونو بهش ندم اصلا دیوانه میشم، یعنی که همیشه باید به همه سرویس بدم، کسی مثلا خودم مثلا اب نداره اگر چیزی نداشته باشم، ولی طرف مقابل یا نفرات دیگه یک چیز اولویت هستن توی زندگی من، اول اونا همه چیز داشته باشم بعد خودم، اینی که فداکاری بیش از حد اینا این چیزیه که من ازش بیزارم واقعا، و از بابت این که مثلا من فداکاری رو نکنم عذاب وجدانی که بعدش دارم این منو دیوونه میکنه. خب حالا نگاه کنیم این عذاب وجدان از یک باوری میاد، خب آدم ها الکی عذاب وجدان نمیگیرن، از یک باوری میاد. باورش چیه؟ که اگر من این کارو نکنم یعنی چی؟ یعنی نمیدونم که مثلا این کارو نکنم حتما اون شخص مثلا از من دلخور میشه. خب شاید یا مثلا نمیدونم یه چیزی یعنی که مثلا ببین میدونی این مشکل من از کجاست؟ من این مشکلم رو خودم انقدر کند و کاف کردم درون خودم، من اینا همه میدونم که از کودکی من از بچگی من اینا به وجود اومده، ساعت درصد چون همیشه من از بچگی دنبال این بودم که مثلا بابا تنهایی نره سر کار، به خاطر اینکه نکنه مثلا خدای نکرده چون یکم مثلا مریض احوال حالش بچه باید یکی پیشش باشه، پس اون یه نفر منم، من حتما باید مراقبش باشم، مامانم دعواش میشه با بابا
ما یکی باید مواظبش باشه مثلا گریه نکنه ناراحتی، اونی که باید بشینه به حرفاش گوش بده و همینجوری مثلا مراقبش باشه اون مثلا این چیزا از مثلا خواهر کوچیکم از بچگی اینقدر من مثل یه مادر اینو بزرگ کردم، طرف خوش کردم با خودم برابر بودم، چیزایی که خودم حس می‌کردم تو کوچیکی نباید خانواده‌ام برام انجام میدادن سعی کردم واسه اون انجام بدم که اون کمبود نداشته باشه، اینا همه اینقدر با من اومد الان به اینجا که رسیدم متاسفانه توی رابطه خودم همه این کارا رو کردم برای این شخص و خودم این آدمو خراب کردم. خب حالا یه چیزی میخوام نگاه کنی، میخوام ببینی که وقتی که این باور رو درون خودت میسازی که من همیشه باید به بقیه کمک کنم، اگر به بقیه نبگم بقیه دست من ناراحت میشن، اون وقت توی درون خودت اون احساسی که توی درون خودت داری اینه که من آدم مفیدی واقع میشم، من آدم مفیدی هستم، همون چیزی که در بچگی برات اتفاق افتاده، من آدم مفیدی هستم اگر آدم ها رو چیکار کنم؟ راضی نگه دارم. اگر آدم ها رو راضی نگه دارم. اوکی؟ بله. آها خب. پس من آدم مفیدی هستم اگر آدم ها رو راضی نگه دارم. خب. در نتیجه کسی که همش میخواد آدم های دیگر رو راضی نگه داره، داره با خودش چیکار میکنه؟ دارم به خودم درست خیانت میکنم دیگه، خودم رو دارم اون چیزی که باید یعنی خودم رو راضی نگه دارم، خودم واسه خودم مهم نیستم، این چیز مهمی که اصلا بهش توجه نمی کنم خودم هم درست. خب حالا من میگم یه خودی در درون تو وجود داره، یه کودک درونی در این قلب تو هست که احتیاج به محبت داره، احتیاج داره که تو بهش عشق بدی و باهاش خوش رفتاری کنی، ولی وقتی تو اون لحظه عشق رو از خودت میگیری، یعنی در واقع چی میگی؟ میگی من لیاقت این چیز خوب رو ندارم، من لیاقت یک چیز خوب رو ندارم، لیاقتش مال کس دیگه است، بنابراین اگه یه چیز خوبم برای خودت میگیری میدیش به یه آدم دیگه، چون اگر تو لیاقتش رو داشته باشی تویی که ازش استفاده میکنی نه آدم های دیگه، درسته؟ و وقتی که هی این باور در درون تو تکرار میشه که من لیاقتش رو ندارم، آدم ها هم در بیرون به تو ثابت میکنن که تو واقعا لیاقتش رو نداری، همون جوری که این آدم تو رو ترک کرد و رفت با یک زن دیگه و هر موقع دلش میخواد مثل یک به قول معروف پادری همینجوری میاد و از روی تو رد میشه. بذاریم ببینیم صداشون میشنوی ازم؟ الو خب تا ایشون بیان. بعضی وقتها ما این باورهای غلطمون، این مفید واقع شدنهای علکیمون باعث میشه که به خودمون، به اون وجود قشنگمون خیانت کنیم و به آدمهای دیگه بگیم که ما اشکال نداره که داشتم برات اینو میگفتم که انگار که به اون آدم نشون میدی که تو میتونی پادری اون آدم باشی، یعنی هر دفعه که این آدم میخواد رد بشه میتونه یه لگد به تو بزنه و رد بشه. اوکی؟ یعنی تو داری بهش ثابت میکنی این رو با کارهای بیش از اندازه و در درون خودت هی به اون ثابت میکنی چقدر آدم ناامنی هستی، چقدر آدمی هستی که هر کی هرچی بهت میگه برات مهم نیست و برای خودت ارزش قائل نیستی. اون آدم در واقع تو این 10-11 سال چیزی که از تو دیده محبت نیست، چیزی از تو دیده اینه که من میتونم با این آدم هر جوری دلم میخواد رفتار کنم و این آدم همچنان واسه من هست، یعنی واسهش اصلا مهم نیست که جواب تلفن تو رو نده، برای اینکه آدم واسه چیزی باید احترام قائل باشه که اولا دوستش داره، دوم اینکه اون فکر میکنه اون یه چیز گرانبهاییه، یه چیز ارزشمندیه. وقتی احساس میکنه تو آدم ارزشمندی نیستی طبق اون چیزی که تو بهش نشون دادی، اصلا دلیل نداره برای تو کاری بکنه، درسته؟ پس این باور بچگی که من مفید واقع میشم اگر به بقیه کمک کنم، من مفید واقع میشم اگر آدم ها رو از درد سرشون، اون درد سری که داره اتفاق میفته، نجات بدم. خب بزرگترین آدمی که تو میذاری توی درد سر خودتی، یعنی هیچ کس بیشتر از تو توی درد سر نمیره به خاطر آدم های دیگه.
و یه باوری که تو درون تو توی بچگی من فکر میکنم خیلی شدید شکل نگرفته، ایمانه. یعنی ایمان داشتن به یه چیزی بزرگتر از خودت، ایمان داشتن که اون یه چیز بزرگتر از خودت از همه آدم ها داره تکر میکنه، داره ازشون مراقبت میکنه و احتیاج نیستش که تو 24 ساعته از زندگی خودت بزنی برای تکر کردن آدم های دیگه. حالا میخوام ببینم رابطت با خدا با کائنات چطوریه؟ من راستش که اصلا وجود خدا و این چیزها اصلا باور ندارم، چون اصلا تو همچین خانواده بزرگ نشدیم، یعنی که از نظر مذهبی اصلا یه ذهن خیلی بازی داشتیم که هر کسی هر جور دلش میخواد انتخاب کنه و من خودم به شخص اصلا اعتقاد ندارم، ولی انرژی ها رو خیلی من بیش از حد بهشون اعتقاد دارم. یعنی حالا بحث همون کائنات و انرژی ها و این که هر کاری ما تو این دنیا میکنیم حتما تو همین دنیا جوابش رو میگیریم و چه کار خوب باشه چه بد باشه به خودمون برمیگرده. این تنها چیزی هستش که من واقعا بهش اعتقاد دارم. خب حالا یه چیزی که میخوام بهت بگم اینه که اگر به این انرژی ها اعتقاد داری، همه این انرژی ها توی هر لحظه دارن از هر آدمی مراقبت میکنن. یعنی هر آدمی یک سری انرژی های مثبت و منفی میفرسته تو این کائنات و اون انرژی های مثبت و منفی بهش برمیگردن. اوکی؟ اون انرژی های مثبت داره از هر آدمی مراقبت میکنه. خب؟ ولی انگار مثل این میمونه که کائنات به تو 100 تا انرژی مثبت دادن که این انرژی مثبت رو تو صرف این بکنی که از خودت مراقبت کنی، حواست به خودت باشه، بعد تو میای این 100 تا رو شروع میکنی تقسیم کردن با آدمهای دیگه، بعد چیزی که برات خودت میمونه هیچیه، زیروه. خب وقتی که تو داری این رو به کائنات نشون میدی، یعنی که من اندازه بقیه ارزش ندارم، پس اتفاقای خوب برای من نباید بیفته. میبینی به آدم ها، به خودت ثابت میکنی که اتفاقای خوب نباید واسه تو بیفته، باید واسه آدم های دیگه بیفته. گوش کردی؟ بنابراین من چیز رو که میخوام، باوری رو که میخوام عوض کنی اینه که وقتی که داری از خودت مراقبت میکنی، این نیستش که یه اتفاق بدی قراره برای آدم های دیگه بیفته چون تو ازشون مراقبت نمی کنی. اینه که تو انقدر نقش ناجی رو توی زندگی گرفتی که فکر میکنی اگر تو از بقیه مراقبت نکنی زندگیشو کلن لنگ میمونه. خب و یه نیازه، این نیاز مهم بودن، این که تو بخوای احساس کنی من آدم خیلی مهمیم، داره تو رو از بین میبره. یعنی تو برای بقیه میخوای مهم باشی ولی برای خودت اصلا مهم نیستی. درسته؟ و وقتی که هی به خودت ثابت میکنی که من آدم مهمی نیستم، خب بقیه هم همینطوری میبینن و به ثابت میکنن آره تو اصلا آدم مهمی نیستی. پس چیزی که از امروز میخوای تغییر بدی اینه که نیاز مهم بودن خودت رو که یک نیاز اساسی تمام انسان هاست رو با محبت کردن و حمایت کردن از دیگران برطرف نکنی. نیاز مهم بودنت رو به نظر خودت چجوری میتونی برطرف کنی؟ واقعا چیزی غیر از این نمیدونم، واقعا نمیدونم باید چی کار کنم که یعنی این نیاز رو برطرف کنم. اوکی خب خیلی خوبه که الان توی این برنامه داری نگاه میکنی که اوکی من تا الان داشتم نیاز مهم بودنم رو اینجوری برطرف میکردم، الان نگاه کنی خب راه جدید چیه. یکی از راه‌هایی که میتونه این نیاز مهم بودن ما رو برطرف کنه رفتن دنبال آرزوهای خودمونه. به نظر تو دنبال آرزوهات تا الان رفتی؟ اصلا باورتون میشه من هیچ آرزویی نداشتم که مثلا چیز خاص، اتفاقا من به همین هم فکر کردم که چرا من اصلا هیچ چیز خاصی رو توی زندگی نخواستم. هیچ وقت نخواستم که مثلا حتی یه چیز کوچیکی که واسم مهم باشه، مثلا یه مجموعه خاصی برای خودم داشته باشم، نمیدونم حالا هر چند چیزای کوچیک مثلا به عطر علاقه داشته، اصلا به هیچ چیز خاصی هیچ وقت تو زندگیم علاقه نداشتم. حالا من یه سوالی ازت دارم، نگاه کن، میخوام طرز تفکرتو ببینی. احساس میکنی که اگر یه چیزی مال تو باشه و
و به تعلق به تو داشته باشه، اون وقت سر بقیه چه بلایی میان؟ واسه بقیه چی میشه؟ پیش خودم دقیقا اینجوری حس میکنم که اگر مثلا من اونو داشته باشم و مثلا حالا خواهرم اونو نداشته باشه، من واقعا دارم در حق اون اجحاف میکنم. این مثلا احساس میکنم این واقعا به من نمیچسبه، من خوشحال نیستم وقتی خودم تنهایی اینو دارم، حتما باید یه نفر دیگه داره. یعنی اگر کس دیگه اینو داشته باشه، خصوصا در مورد این شخصی که توی زندگی من هست، اگه اون یه چیز خاصو داشته باشه من ببینم اونو داره، من لذت میبرم، میبینم اون خوشحاله. انقدری که لذت میبرم از داشتن یه حالا هرچی هم چیز کوچیک واسه خودم، واقعا هیچ وقت لذت نمیبرم. خب دقیقا من میخوام همینو بهت بگم، اینه که یه جایی توی ناخودآگاهت احساس میکنی اگر من یک چیز خوبی داشته باشم، باعث میشه که اون چیزهای خوب دیگه از بقیه گرفته شه. یعنی انگار من باید همه این چیزهای خوب رو بدم به بقیه، چون اگه مال من باشه مال بقیه نیست. خب این از ذهنی میاد که بهش میگن ذهنی که در کمبود زندگی میکنه. یعنی فکر میکنه اگه یک چیزی مال من باشه دیگه مال بقیه نمیتونه باشه. انگار که من به تو بگم اکسیژن هوا رو اگر من نفس بکشم دیگه تو نمیتونی نفس بکشی. تو چی میگی؟ خب من اگه من باشم بخوام انتخاب کنم، خب میگم که اول اون نفر مقابل مثلا از اون اکسیژن استفاده کنه بعد من. حالا خب حالا من یه چیزی میخوام بهت بگم، دوباره رفتی تو همون مایندست. خب دارم یه چیزی بهت میگم، اینه که اکسیژن به اندازه کافی هم برای من هست هم برای تو. اوکی؟ واقعیت چیه؟ من میخوام از این تو دنیای خیالی که برای خودت ساختی خیلی بزرگتر از دنیای واقعیته. یعنی تو دنیای خیالی بیشتر به سر میبری تا دنیای واقعی. دنیای واقعی اینه که اکسیژن به اندازه کافی برای تمام انسانهای روی کره زمین وجود داره و من با نفس کشیدن و این به قول معروف اینهل کردن این اکسیژن چیزی رو از بقیه نمیگیرم. حالا تو به انرژی اعتقاد داری، دقیقا انرژی هم جریانش همینه، اینه که من این انرژی سر تا سر برای همه ی آدم های روی کره زمین وجود داره. بنابراین اگر من در اون از اون انرژی استفاده میکنم و یک چیز قشنگی، یه چیز خوبی برای خودم دارم، اون رو از بقیه نمیگیرم. گوش کردی؟ بله. و اون آدم هم میتونه از اون خوبی، از اون چیزهای خوب استفاده کنه توی زندگیش. ولی آدم ها باید یاد بگیرن که اون رو بسازن. تو فقط یاد گرفتی یک سری آدم ها رو دور و بر خودت ضعیف کنی. یعنی آدم ها رو ضعیف ببینی، ببینی انقدر قدرت ندارن که اونها نمیتونن اون چیزهای خوب رو برای خودشون تو زندگیشون ایجاد کنن. گوش کردی؟ تو باید بری به بقیه، از بچگی که واسه پدرت، از بچگی که واسه مادرت، بعد واسه خواهرت، انگار توی وسیله‌ای که بری چیزهای خوب رو برای اون آدم ها ایجاد کنی و اون آدم ها خودشون نمیتونن این کارو بکنن. پس این باعث میشه ضعیف دیدن آدم ها باعث میشه که ما بهشون خیانت کنیم، باهاشون اون پتانسیل واقعی درونیشون رو نبینیم. گوش کردی؟ بله. یعنی تو اجازه نمیدی پتانسیل خواهرت رو ببینی، که خواهرت هم یه مثل تو یک آدم قدرتمنده که میتونه بره همه اون چیزهایی که دلش میخواد توی زندگیش به دست بیاره، و تو هم یک آدم قدرتمندی که میتونی بری چیزهای زندگیت رو به دست بیاری. پس وقتی من به خودم اجازه میدم برم دنبال اون چیزهایی که من رو خوشحال میکنه، به بقیه هم همین اجازه رو میدم. ولی وقتی به خودم اجازه نمیدم که خوشحال باشم از ته قلب و برم دنبال اون چیزهایی که میخوام، به بقیه هم این اجازه رو نمیدم. بنابراین همیشه مثل بچه کوچولو دارم بیبی سیتشون میکنم، ای دارم ازشون پرستاری میکنم. گوش کردی؟ بله. تا الان چی فهمیدی؟ تا الان خب باید اصلا کلا طرز فکرمو عوض کنم. این که فکر میکنم اول باید دنبال یه چیزی بگردم، واقعا نمیدونم، یه چیزی باید برای خودم پیدا کنم که مثلا من دنبال اون باشم، اونو
هدف خواستم هم بگم، به عنوان مثال میگم، مثلا من کفش دوست دارم واسه اینکه خودم رو مثلا خوشحال کنم برای خودم کفش بگیرم. من اصلا هیچ چیزی تو زندگی واقعا دوست ندارم که بهش برسم به جز این شخص. یعنی تنها چیزی که من واقعا تو زندگی احساس میکنم اگر بهش برسم یعنی دیگه ته رضایت قلبی و خوشبختی و همه چیز این همیشه تو ذهن من هست که فقط اینه. خب حالا یه چیزی من بهت بگم، دو تا چهار تا میشه، نه 6 تا میشه، نه 8 تا میشه، نه 10 تا میشه. خب با این روشی که پیش گرفتی، نه با این آدم، با هیچ آدمی تو توی رابطه خوبی نمیتونی باشی. و یادت نره این جمله رو، همه آدم ها از تو به عنوان یک پادری استفاده میکنن. خب میان و از روت رد میشن. اگر میخوای توی زندگی پادری نباشی، اگر میخوای انسانی باشی که آدم ها بهت احترام میذارن، اولین کاری که باید بکنی هدف گذاریه. تو انقدر خوشحالی بقیه توی زندگی برات مهم بوده که اصلا خوشحالی های خودت رو هیچ وقت بهش نگاه نکردی. من میخوام کاری که بکنی از امروز به بعد شروع کنی اون چیزهای کوچیکه که خوشحالت میکنه رو بنویسی. به خودت قول بدی که از این بعد برای یک رابطه خوب برای خودت ارزش قائلی. یعنی چی؟ یعنی میری دنبال هدفهای خودت، از خودت سوال میکنی که اگر من میدونستم توی یه کاری 100% موفق میشم اون کار چی بود؟ دنبال چه چیزی میرفتم؟ یکی میگه من میرفتم نقاش میشدم، یکی میگه من میرم هنرپیشه میشدم، خواننده میشدم، بیزنس خودم رو میزدم. هر چیزی که هست که مطمئنی فکر میکنی توش 100% موفق میشی. خب این موفقیت هم 100% نیست، ما بالاخره میریم جلو ببینیم که چه اتفاقی میفته. ولی یه چیز خیلی مهمی که میخوام بهت بگم اینه که با این آدم هم من پیشنهادی که بهت میکنم اینه که رابطه تو واقعا قطع کن. چون این آدم میدونم که خیلی سخته، ولی واقعیتش اینه که بهت میگم تو دنیای خیالی هستی. این آدم اون آدمی که تو میخوای نیست، اون آدمیه که ناخودآگاهت بهش عادت داره، آدمی که به تو اهمیت نمیده، برات ارزش قائل نیست. چون اگر پسری باشه که به تو اهمیت بده، به تو عشق بده، برات ارزش قائل باشه، تو این رول این آدم حمایتگر رو باید بذاری کنار. من چیزی که بهت میگم اینه که با رول آدم حمایتگر خدافزی کنی و اجازه بدی وجود واقعیت رو آدم های دیگه تجربه کنن. چون تو فقط یک انسان حمایتگر نیستی، تو آدم خوبی هستی، هزار تا کار دیگه میتونی بکنی، هزار تا استعداد داری که تا امروز دنبالش نرفتی. خوش کردی؟ بله. پس از این به بعد، از امروز به بعد میری چیزهایی که توی زندگیت خوشحالت میکنه رو مینویسی. با این آدم هم من پیشنهاد میکنم که یک سوگواری در درونت داشته باشی و خدافزی کنی. چون با این چیزی که من دیدم این آدم اصلا به درد تو نمیخوره و هیچ آدمی الان به درد تو نمیخوره. توی هیچ رابطه‌ای موفق نمیشی. میگم به دو تا چهار تا میشه. توی هر رابطه‌ای که پا بذاری اون آدم بهت بی احترامی میکنه و برات اصلا ارزش قائل نیست. تا زمانی که تو به خودت قول بدی که از این به بعد تو هم اندازه آدم‌های دیگه مهمی و اون انرژی که ازش حرف میزنی و بهش باور داری اون انرژی برای تو هم هست. پس اگر کائنات دارن هر روز این انرژی رو برای تو میفرستن و تو هر روز داری حرومش میکنی، اون وقت اون ناراحتی و افسردگی و حال بدت رو داری واسه خودت میخری. پس از این به بعد چی کار میکنی؟ از این به بعد برای خودم آماده میکنم، از کوچکترین چیزایی که واقعا فکر میکنم منو خوشحال میکنه شروع میکنم نوشتن و سعی میکنم که اول روی خودم سرمایه گذاری کنم. آفرین. این که مثلا بخوام برای دیگران، حالا چه از من از نظر مالی خیلی واسه اینو خرج میکنم، این که این کارهایی که انجام میدم و همه رو اول برای خودم انجام بدم، خودم خوشحال کنم و حالا در کنارش اگر واقعا کسی کمک خواستم حالا اشکال نداره اگر کمکش کنم، ولی اول خودم. آها، یه کار دیگه هم که میخوام بکنی اینه که میری جلوی آینه به مدت 30 روز. خب به مدت 30 روز میری جلوی آینه، روزی 10 بار بلند میگی نه 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 نه. خب جلوی آینه میخوام تو چشای خودت نگاه کنی بگی نه نه، بلند بگی نه. خب و ببینی که اون لحظه هایی که به بقیه میگفتی آره و به خودت میگفتی نه چه لحظه هایی بوده.
میخوام دوباره اون عشقی رو که نسبت به بقیه داری نسبت به خودت اکتیویت بشه و یه کمی دلت برای خودت بسوزه که همه اون ساعتها و لحظه هایی که به همه میگفتی آره به خودت داشتی یه نه بزرگ میگفتی. پس میخوام بری تو آینه با خودت این تمرین رو 30 روز بکنی که هر آدمی بعد از این اومد توی زندگی قبل از این که بهش بگی آره یا نه با خودت مکس کنی، از خودت سوال کنی که آیا من به خودم و به خواسته های خودم دارم میگم نه؟ اگه دارم میگم نه، دارم باز به خودم خیانت میکنم و اجازه میدم آدم های دیگه بهم خیانت کنن. و با این پترن به قول معروف توی زندگی دیگه خدافزی کنی و به خودت بگی من از این به بعد فقط به خودم بله های بزرگ میگم. دقیقاً درسته. حتما این کارو انجام میدم. مرسی، مرسی عزیزم، حتما این کارو انجام بده. امیدوارم که برای خودت از این به بعد ارزش قائل باشی، بدونی که چقدر انسان ارزشمندی هستی و آدم های دیگه باید به تو احترام بذارن و این احترام گذاشتن اول از خودت میاد. بسیار عالی، خیلی ممنونم که وقتتون رو به من خواهش میکنم عزیزم. خواهش میکنم، خیلی ممنونم از شما، برنامه خوبتون متشکرم. مرسی، قربونت برم. مرسی، خدافظ. مرسی از شمایی که با من همراه بودید. میخوام که این تمرینی که جلوی آینه گفتم رو شما هم برید انجام بدید، جلوی آینه بگید نه، بذارید بشنوید خودتون، بشنوید نه گفتن خودتون رو و بدونید که اگر به آدم ها نه میگید آدم بدی نیستید، آدمی نیستید که بقیه دوستتون ندارن، آدمی هستید که برای خودتون احترام قائلید و به آدم های دیگه یاد میدید که برای شما احترام قائل باشن. ممنونم از همتون، خیلی دوستتون دارم. حتما سوالهاتون رو برای من بفرستید و من سعی میکنم که تمام سوالهای شما رو جواب بدم و حتما پیج من رو به دوستان خوبتون معرفی کنید تا اونها هم بتونن زندگی خوشحالی داشته باشن و باورهاشون رو درست کنن، چون باورهای ما باعث میشه که زندگی که داریم رو تجربه کنیم. مواظب خودتون باشید تا هفته دیگه جمعه در برنامه ذهن زیبا همتون رو ببینم. خداحافظ.